سرخط خبرها. Neither Iran nor any other hostile actor should mistake US prudence and discretion for weakness. هشدار مشاور ترامپ به ایران. جان بولتون میگوید دوراندیشی واشنگتن را با ضعف اشتباه نگیرید. اخباری هم از حمله سایبری آمریکا به تأسیسات نظامی سپاه پاسداران منتشر شده. برگزاری مجدد انتخابات شهرداری در استانبول. مخالفان امیدوارند یک نقطه عطف رقم بزنند. حامیان حزب حاکم به امید حفظ قدرت. پاکستان میزبان نشست صلح افغانستان. بزرگان اقوام و ده ها شخصیت سیاسی حاضرند. طالبان غایب. و افزایش تعداد شرکت هایی که باج میدهند تا هک نشوند. سلام بر شما. یک شنبه دوم تیر یا ماه سرطان 1398 برابر با 23 ژوئن 2019 به اولین برنامه خبری زنده امروز خوش آمدید. مطبوعات آمریکا امروز خبر دادن که آمریکا هنگامی که مشغول بررسی حمله نظامی به ایران بود دست به یک حمله سایبری به تأسیسات نظامی ایران زد. گزارش شده این حمله سایبری بعد از آن شروع شد که ایران یک پهپاد آمریکایی را بر فراز خلیج فارس ساقط کرد. ایران هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده. در خبری دیگر در همین زمینه روزنامه وال استریت ژورنال نوشته دونالد ترامپ از روش‌های مقاومت تندروی دولتش فاصله گرفته. سیاوش اردلان و جزئیات بیشتر. دنیا نفس راحتی کشید وقتی شنید دونالد ترامپ از حمله نظامی به ایران فعلا منصرف شده. اما حالا خبر آمده که آمریکایی‌ها به یک حمله سایبری به تأسیسات نظامی ایران دست زده بودند. این خبر هم طبق معمول از زبان مقامات آمریکایی منتشر شد که نخواستن نامشان فاش شود. و هاکیست هدف آمریکا از کار انداختن سامانه‌های شلیک موشک در ایران بود. احتمالاً برای منفعل کردن پدافند ایران در صورت حمله نظامی. ایران و آمریکا سال‌هاست درگیر جنگ‌های سایبری هستند. جنگ‌هایی که قابل رؤیت نیستند و به ندرت خبرساز می‌شوند. هر دو طرف از نظر توانایی‌های سایبری طرف مقابل آسیب‌پذیرند. ایران در این عرصه بازیگر قدرتمندی است، اما آمریکا هم بسیار بازیگر قدری است. تنش‌ها بین ایران و آمریکا این روزها بالاست و در همه محافل تندروی دو کشور قابل لمس است. یاوه‌گویی‌های آمریکای جنایت هم در تهران و امروز در مجلس شورای اسلامی، هم در بیت المقدس، جایی که جان بولتون مشاور رئیس جمهوری آمریکا در آنجا علاوه بر صحبت‌های تنش‌آلود از عبارت خلیج عربی استفاده کرد که می‌داند بسیاری از ایرانیان را برافروخته می‌کند. ادامه تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای، تقویت نیروی قدس و اقدامات خصمانش علیه اسرائیل و متحدان ما در خلیج عربی اقدامات یک کشوری نیست که دنبال صلح. نه ایران نه هیچ بازیگر متخاصمی نباید حکمت و مصلحت سنجی آمریکا رو به پای ضعفش بگذاره. ما فردا رسما جزئیات تحریم‌هایی رو که علیه ایران تحریزی کردیم اعلام می‌کنیم. جان بولتون به سرسختی در قبال ایران و تمایل به براندازی جمهوری اسلامی مشهور است. اما امروز روزنامه وال استریت ژورنال نوشت که دونالد ترامپ از این منش جان بولتون بیزار است. اگر این حرف درست باشد، گفته‌های دیروز دونالد ترامپ شاید بیانی ملایم از این حس باشد. من هم جان بولتون رو دارم که بیشک یک آدم تندروست، ولی من آدمای دیگری رو اون سر طیف هم دارم و نهایتاً این منم که تصمیم میگیرم. برای همین مهم نیست. من با جان بولتون در مورد خاورمیانه و جنگ عراق موافق نبودم. فکر میکنم اون جنگ اشتباه بزرگی بود و معلوم هم شد حرف من درست بوده. جان بولتون کارش خوبه ولی آدم سرسختیه. اما اون چیزی که مهمه منم، چون به حرف دو طرف گوش میدم. اما دونالد ترامپ به غیر از صحبت درباره مشاور تندروی خود صحبت‌های دیگری کرد که در هر جمله آن یا یک چماق دیده میشد یا یک هویج. ایرانی ها آدم های درست حسابی هستند. من دوستای ایرانی زیادی دارم. من نمیخواستم 150 ایرانی رو بکشم. من کلن نمیخوام 150 انسان رو بکشم. اگه ایران میخواد کشور ثروتمند و پیشرفته‌ای باشه، اسمشو بذاریم
عظمت دوباره ایران من مشکلی ندارم، اما این اتفاق نمیفته اگه فکر کنن 5-6 سال دیگه میتونن سلاح هسته‌ای داشته باشن. من خیلی چیزا راجع به مسائل هسته‌ای میتونم. اونا سلاح هسته‌ای نخواهند داشت و گزینه‌های نظامی همیشه روی میزه تا این مسئله حل بشه. من هیچ پاسخی به پیام ترامپ ندارم. اگر دونالد ترامپ فکر میکند گفته های تلخ و شیرینش میتواند آیت الله خامنه ای رهبر ایران را به مذاکره مجاب کند، فعلا روش های جواب نداده. مثلا امروز براین هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفته است که ایران هیچ میانجیگری را قبول نکرده است. ایران نه تنها فعلا از مذاکره با آمریکا خودداری میکند، بلکه گفته به زودی تعهداتش در برجام را باز هم کمتر خواهد کرد. چیزی که شاید بیش از پیش معادلات را به شدت غیر قابل پیش بینی و از این هم سیارتر کند. سیاوش اردلان، بی بی سی. همکارم سام فرزانه از واشنگتن با ماست. چه نکات بیشتری از حمله سایبری به ایران میدونیم سام؟ این گزارش در واقع گزارش اولیه رو یاهو نیوز اول منتشر کرده، بعد رسانه‌های دیگر آمریکایی هم به سراغ اون رفتند و سعی کردند نکات بیشتری در مورد اون رو پیدا بکنند، اما مقام‌های آمریکایی، کسانی که در این حمله سایبری دست داشتند یا فرماندهیش رو انجام دادند، اونها حاضر به گفتگوی مستقیم نشدند درباره این موضوع و گفتند که این مسئله نیست که دولت آمریکا بخواد در موردش صحبت بکنه. بنابراین هر چیزی که گزارش شده در رسانه‌ها به نقل از مقام‌های آگاه هست. این یک نکته. نکته دیگه این که روزنامه نیویورک تایمز نوشته که اینها هفته ها بودند، واشنگتن پست رفته جلوتر و گفته شاید حتی ماها داشتند اینها تلاش میکردند برای اینکه برنامه ریزی بکنن چنین حمله ای رو، و این اصلا چیزی نیست که مثلا تو یه روز یا دو روزی که از زمان مثلا اتفاقی که برای اون نفتکش افتاد یا برای پهپاد آمریکایی افتاد از اون زمان شروع نشده، و این یک چیزیه که از قبل داشتن برنامه ریزیش رو انجام میدادن. و یک نکته جالبی هم هست این که چنین حملات سایبری اینها خیلی اثرشون مشخص نیست، مثل حمله فیزیکی نیست که مثلا تصویری ازش وجود داشته باشه که اینجا داره در آتیش میسوزه، اینجا مثلا خراب شده. در این حمله باید در واقع منتظر بود مثلا ببینه آیا بعدن که ایران میخواد یک موشکی رو به هوا بفرسته آیا با مشکل روبرو میشه یا نه. بنابراین این هم هیچ در واقع میزانی برای سنجش این وجود نداره. یک نکته دیگه هم که هست اینه که در واقع همون زمانی که آقای ترامپ گفته که دیگه حمله فیزیکی رو نخواهند انجام داد، تقریبا همون زمان دستور این حمله سایبری رو داده. یک مقامی که قبلا در کاخ سفید بوده، مسئول همین در امنیت سایبری بوده، او به واشنگتن پست گفته که در واقع این حمله کاری رو انجام داده که اگر کشتی‌ها، ناوهای آمریکایی، هواپیماهای آمریکایی می‌خواستن انجام بدن در تنگه هرمز، اونها میتونستن انجام بدن. یعنی میگه که این در واقع این حمله عین یک جور دفاع هست و همونقدر اثر رو هم داره بدون اینکه مثلا خسارت جانی بتونه به بار بیاره، کم طور که حالا در گزارش سیاوش هم بود آقای ترامپ خیلی در موردش نشون میده یا دست کم صحبتش رو میکنه که حساس هست. میگن که این حمله چیزی شبیه حمله ای بوده که آمریکایی ها به در واقع سپاه سایبری روسیه انجام دادن در سال 2018 در زمانی که انتخابات میان دوره‌ای در ایالات متحده داشته انجام می‌شده. و این رو هم می‌دونیم که مقام‌های آمریکایی در وزارت امنیت داخلی این کشور اونها یک هشداری رو صادر کردند، گفتند که دولت‌های ایالتی همینطور شرکت‌های خصوصی حواسشون باشه که مثل اینکه ایران داره حملات متقابلی رو انجام میده، و از اونها خواستن که بیش از گذشته حواسشون باشه به امنیت سایبری خودشون. ممنونم از سام فرزانه، همکارم در واشنگتن. دادستان عمومی و انقلاب شیراز از صدور حکم یک سال حبس و تبعید به طبس برای مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز خبر داد. دادستان شیراز گفته جرم آقای حاجتی تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی بوده و به توییت هایی که او در حمایت از بهائیان نوشته ربطی ندارد. آقای آسیایی تاکید کرد که محرز شدن جرم اقدام علیه امنیت ملی برای آقای حاجتی صورت گرفته و گفت که مفاد پرونده او محرمانه است. آقای حاجتی روز 12 خرداد سال جاری بازداشت و
زندانی شد. همکارم حنیف مزروعی اینجاست، موضوع رو دنبال کرده. چه اطلاعات بیشتری درباره این پرونده داریم حنیف؟ چیزی که حالا ما تا اینجا کار در مورد پرونده آقای حاجتی میدونیم یکی هست که ایشون حالا سال گذشته در مهر 97 بازداشت شد. زمانی که ایشون بازداشت شد دقیقاً مصادف بود با توییت هایی که ایشون در حمایت از خانواده بهائیانی که دستگیر شده بودن در شهر شیراز کرد. و خب همون زمان وقتی که ایشون بازداشت شد همه زن ها بر این بود که به علت این توییت های ایشون بازداشت شده. وقتی که ایشون به محاکمه رسید سه اتهام برای ایشون در نظر گرفته بودن، یکی نشر عکاسی به قصد تشویش اذهان عمومی، یکی عضویت در گروهک ملی مذهبی و بعد تبلیغ علیه نظام. که حالا بر اساس اطلاعاتی که خبرگزاری ایرنا منتشر کرده دو اتهام اول ایشون تبرئه شد و در نهایت به خاطر تبلیغ علیه نظام این محکومیت رو ایشون گرفته. الان چه اتفاقی میفته؟ میتونه حکم قطعیه؟ میتونه مثلا اعتراض بکنه؟ به چه شکل انجام میشه؟ بر اساس اطلاعاتی که خانواده‌شون دادن این حکم که در دادگاه بدوی صادر شده و همون یک سال زندان و دو سال تبعید هست، این حکم عیناً در دادگاه تجدید نظرم بعد از اینکه شکایت کردن تایید شده و خب ایشون در 12 خرداد همونطوری که گفتیم بازداشت شد و دادستان عمومی اعلام کرده که ایشون داره زمان زندان خودش رو به طور عادی میگذرونه و تا حالا چیزی هم که امروز گفتن اینه که هیچ دستگاهی در مجلس و یا نمایندگان مجلس شورای شهر نباید در پرونده ایشون دخالت کنن، چون یک سری درخواستایی بوده از سوی کمیسیون شوراهای مجلس که بیان بررسی کنن و ورود کنن به این پرونده و به نوعی دادستان عمومی انقلاب تهران تهدید کرده که هیچ دستگاهی نباید به دخالت کنه در این پرونده. ممنونم از حنیف مزروعی همکارم اینجا. وزارت آموزش و پرورش جدا کردن اتباع خارجی ساکن ایران را از دانش آموزان ایرانی ممنوع کرده. معاون وزیر آموزش و پرورش گفته به تازگی شیوه نامه جدیدی به مدرسه ابلاغ شده که بر اساس آن برای از بین بردن تبعیض بین شهروندان کشورهای دیگر و ایرانی ها از این به بعد دانش آموزان خارجی می توانند در همه مسابقات فرهنگی و هنری و اردوها شرکت کنند. علی مطهری نماینده مجلس ایران به انتشار فیلم بدون حجاب از لاله اسکندری بازیگر ایرانی در ترکیه واکنش نشان داد. آقای مطهری در یادداشت نوشته اگر بازیگر ایرانی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در مراسمی در خارج شرکت کند باید پوشش اسلامی داشته باشد، اما اگر سفر شخصی داشته باشد نباید به اشاعه آن پرداخت، هرچند تذکر لازم است. در روزهای گذشته انتشار فیلمی از ستاره اسکندری بازیگر سینما و تلویزیون بدون حجاب در خارج از ایران با حاشیه‌های بسیار در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها همراه بوده. امروز مردم استانبول دوباره برای انتخاب شهردار پای صندوق رأی رفتن. نتیجه انتخابات 3 ماه پیش شهرداری استانبول با تلاش حزب حاکم و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری باطل شد. نامزد حزب مخالف دولت در انتخابات اول رأی آورده بود. حامیان او امیدوارند که این بار هم او رأی بیاورد. جزئیات بیشتر از هادی نیلی خبرنگار ما که برای پوشش این انتخابات به استانبول سفر کرده. رأی گیری دوباره برای انتخاب شهردار استانبول، بزرگترین شهر و قلب اقتصادی ترکیه. رئیس جمهور رجب طیب اردوغان و حامیانش چشم انتظار این فرصت دوباره بودند تا بلکه این بار بتوانند پیروز شوند، ولی برای مخالفان دولت این انتخاباتی زود هنگام برای شهرداری است که تکلیفش معلوم شده. اکرم امام‌اغلو نامزد حزب جمهوری خلق، عمده‌ترین حزب مخالف دولت، 18 روز شهردار استانبول بود، از روزی که نتیجه انتخابات نهایی شد تا روزی که شورای عالی انتخابات حکم به ابطال نتیجه داد. در میان بیش از 8.5 میلیون رأی، او با تفاوت خیلی جزئی حدود 13,000 رأی از نامزد حزب حاکم بن علی یلدرین پیشی گرفته بود. حزب حاکم، حزب عدالت و توسعه، مدعی است در صندوق‌های رأی‌گیری تخلف‌هایی شده که نتیجه انتخابات را با این تفاوت خیلی کم زیر سوال می‌برد. هرچند به نتیجه انتخابات شوراها و شهرداری محلات که از همان صندوق‌ها درآمد و به نفع آنها بود اعتراضی نکردند. همه مخالف ابطال انتخابات قبلی بودند. هیچ کس فکر نمی‌کنه این کار عادی بود. امیدوارم این بار انتخابات بی نقص برگزار شه. به هر دوزگون به حقوق پیشنده حل اولجان زنه دیارم. سچمه بیز اندیشهسیز گرمیاروز. حیفه که لازم شد دوباره رأی گیری بشه. امیدواریم دیگه بی نظمی و تخلف اتفاق نیفته و نتیجه نهایی باشه. از دید حامیان حزب حاکم لازم بود انتخابات شهرداری استانبول دوباره برگزار شود تا حرف و حدیثی سر این سمت مهم باقی نماند.
اما مخالفان این رو صرفاً تلاشی از طرف رئیس جمهور اردوغان و حزب حاکم می‌بینند برای اینکه نگذارن شهرداری استانبول از دستشان خارج شود. مخالفان حالا امیدوارند که نامزدشان با فاصله بیشتری در انتخابات پیشتاز شود تا کمتر تردیدی در مورد نتیجه این انتخابات ممکن باشد. هم خود رجب طیب اردوغان در رأس حزب حاکم و هم مخالفانش انتخابات شهردار این کلان شهر را یک رقابت در سطح ملی می‌بینند. رقابتی که نتیجهش فقط به استانبول محدود نخواهد شد. مخالفان حزب حاکم امیدوار بودند وضع اقتصادی به نفع آنها عمل کند. تورم 20%، افزایش بیکاری، سقوط ارزش لیر و رکود اقتصادی بر زندگی خیلی از مردم تاثیر گذاشته. رأی کردها هم تعیین کننده است. در دور اول انتخابات حزب دموکراتیک خلق‌ها HDP در شهرهای بزرگ ترکیه نامزدی معرفی نکرد تا رأی‌ها به نفع نامزدهای حزب عمده مخالف رئیس جمهور اردوغان یک کاسه شود، چه برای حزب حاکم و حامیانش و چه برای مخالفان آن از طیف‌های مختلف. فتح شهرداری استانبول یک پیروزی ملی خواهد بود. هادی نیلی، BBC در استانبول. حالی همچنان از استانبول با ماست، در اونجا هستی. فضا چگونه است؟ آیا طرفداران نامزدی که پیروز اعلام شده بود یا دست کم بر اساس شمارش آرا جلوتر بود و بعد آرا اونها باطل اعلام شد، انگیزه این رو دارن که دوباره برن پای صندوق رأی؟ با خیلی هایی که من اینجا حرف می زدم، کسانی بودند که به همون نامزد حزب مخالف، حزب جمهوری خلق، رأی داده بودند و باز هم اومدن رأی بدن و می گفتن که حتی اتفاقی که افتاده باعث شده که مصممتر بشن در این مورد. ولی من با بعضی ها حرف می زدم که اومده بودن به نامزد مخالف، نامزد حزب حاکم رأی بدن. بعضی از اونها هم شاکی بودن و خوشحال نبودن از اینکه انتخابات به این شکل افتاده، باطل شده و دوباره باید رأی گیری بشه، با وجودی که نامزد مورد حمایت اونها در انتخابات باخته بود. به نظر میرسه که رئیس جمهور رجب طیب اردوغان و حزب او شاید روی این حساب کرده بودن که در این انتخابات وضع بهتر داشته باشن، اما نتیجه رو در نهایت در صندوق خواهیم دید. شعارهای دو طرف، تأکید دو طرف بر چه مواردی بوده؟ تا دور قبلی انتخابات، یعنی همون 3 ماه پیش که دور اول انتخابات داشت برگزار میشد، حزب حاکم بیشتر شعارهای سیاسی میداد و بیشتر در راستای حمایت از در واقع طبقه حاکم، قشر حاکم، مشخصا حزب عدالت و توسعه بود. ولی حزب مخالف، حزب جمهوری خلق، شعارهای اقتصادی میداد. ولی این دور، یعنی این بار که انتخابات تجدید شده، حزب حاکم هم بیشتر شعارهای اقتصادی در پیش گرفته. هر کدوم هم وعده هایی میدن. مثلا حزب مخالف وعده داده که اگر به قدرت برسه شیر رایگان بین خانواده های نیازمند توزیع بکنه، 50 لیره در خدمات رایگان به خانواده های نیازمند بده. حزب حاکم هم اومده چنین پیشنهادهایی داده، حتی رقم رو بالاتر برده. بعضی گفتن که خود همین چند هفته ای که در کشاکش بین انتخابات اول و الان تجدید انتخابات بود باعث شد حزب حاکم سعی بکنه شعارهاش رو به حزب مخالف نزدیکتر بکنه. ولی خب انتخابات تا حدود 5 ساعت، تا 1 ساعت دیگه خود انتخابات ادامه داره و تا 5 ساعت دیگه در اکثر امیدواریم که بشه نتایج اولیه‌ای داشت و تا اون موقع معلوم میشه که آیا اینکه انتخابات باطل شد تونست کمکی بکنه به آقای اردوغان و همفکران و حامیانش و آیا تونست باعث بشه نتیجه عوض بشه یا نه. چون اگر نتیجه عوض نشه و همچنان نامزد حزب مخالف رو ببینیم که شهردار استانبول میشه، نتیجه در واقع شکست بدی خواهد بود برای حزب حاکم، به خصوص که رجب طیب اردوغان خودش از همین شهر و از همین انتخابات مشابهی به قدرت رسید و میتونه پیروزی نمادین و دلگرم کننده ای باشه برای مخالفان که عزمشون رو جزم بکنن برای برگشتن به قدرت در ترکیه. ممنونم از همکارم هادی نیلی در استانبول. برنامه رو با نگاهی به سرخط خبرهای مهم روز ادامه میدیم. همزمان با انتشار حمله سایبری آمریکا به سامانه تسلیحاتی سپاه، مشاور دونالد ترامپ ایران هشدار داد دوراندیشی واشنگتن را با ضعف اشتباه نگیرد. انتخابات شهرداری استانبول دوباره برگزار شده و حزب مخالف دولت به دنبال تسخیر دژ حزب حاکم در انتخابات بزرگترین شهر ترکیه است. در ادامه برنامه، شرکت هایی که برای رهایی از دست هکرها باج می دهند.
ده‌ها چهره سیاسی سرشناس افغان در دومین روز سفر خود به پاکستان برای نشست صلح با شماری از مهاجران افغان دیدار کردند. دیروز در آغاز نشستی که به روند لاهور یاد شده، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفت که کشورش به دنبال اجرای سیاست عمق استراتژیک در افغانستان نیست. طالبان در نشست لاهور شرکت نکردند. همکارم علی حسینی از کابل با ماست. علی، کمی در مورد این سفر بگو، خصوصا چهره هایی که شرکت کردند در این نشست. شاه محمود قریشی گفته که 57 چهره شناخته شده و سیاستمدار مطرح افغانستان در نشست لاهور شرکت کردند، از جمله محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح، شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری تقریبا 3 ماه بعد، مثلا گلبدین حکمتیار، حنیف اتمر، لطیف پدرام، احمد ولی مسعود و همچنین شماری از چهره های سیاسی دیگر مثل یونس قانونی، اسماعیل خان و عطا محمد نور و محمد محقق. مقام های پاکستانی در روز نخست این نشست تلاش کردن 2-3 موضوع را تاکید کنند. یکی این که پاکستان متحد است به آوردن و ایجاد صلح در افغانستان، چرا که ناامنی که در افغانستان باشه به گفته آنها در پاکستان هم تاثیر میگذاره و پاکستان متحد است برای ایجاد و آوردن صلح در افغانستان. و دیگر موضوع مهم دیگری که محمود قریشی مطرح کرد این که پاکستان نمیخواهد افغانستان به عنوان عمق استراتژیک این کشور باشه. عمق استراتژیک این کشور اصطلاحی است که حدود 30 سال پیش جنرال های پاکستانی مطرح میکردن، گویا اینکه پاکستان در برابر هند نیازمند عقبه استراتژیک است مثل کشورهای اسلامی از جمله افغانستان. مقام های افغان، چهره های سیاست و سیاستمداران افغانستان تاکید میکردن که برای آوردن صلح در افغانستان نیازمند اجماع ملی و منطقه‌ای است و همچنین کشورهای منطقه میتونن نقش داشته باشن برای ایجاد گفتگوهای بین الافغانی و همچنین راضی ساختن طالبان به پای میز مذاکرات با دولت افغانستان و گفتگوهای بین الافغانی. امروز هم گفتگوهای داشتن با مهاجران افغان. یک خبری هم که هنوز تایید نشده، گویا اینها احتمالاً نشستی هم داشته باشن با عمران خان نخست وزیر پاکستان که هنوز نهایی نشده. ممنونم از همکارم علی حسینی در کابل. وزیر دارایی فلسطین، تشکیلات خودگردان فلسطینی طرحی پرسر و صدا از طرف آمریکا برای خاورمیانه را از جنگ اقتصادی را از جنبه اقتصادی متوهمانه توصیف کرده. شکری بشری گفته که فلسطین برای ساخت کشورشان مردم این کشور به صلح نیاز دارند، نه پیشنهاد 10 میلیارد دلاری که برای مذاکرات آینده در بحرین مطرح می شود. طرح اقتصادی دولت آمریکا کمک 50 میلیارد دلاری به فلسطین و کشورهای عرب همسایه را به میان آورده، اما با انتقاد کشورهای عرب مواجه شده. هرچند کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی هنوز واکنشی نشان ندادند. محققان یک اتاق فکر در واشنگتن از کشف یک کارزار اینترنتی بزرگ برای نشر اخبار جعلی در شبکه‌های اجتماعی توییتر و فیسبوک خبر دادند. محققان شورای آتلانتیک میگویند این کارزار از روسیه سرچشمه میگیرد و هدفش تشدید تنش‌های بین‌المللی است. شایعه‌هایی مثل سناتور آمریکایی که بریتانیا را به جاسوسی دونالد ترامپ متهم کرده و یا دسیسه مخالفان برگزیت برای ترور بوریس جانسون از این دست اخبار جعلی بوده. دولت روسیه چنین اقداماتی را رد کرد. هند گزارش آمریکا درباره آزادی دینی را رد کرده. در این گزارش اشاره شده بود که حملات هندوهای افراطی به اقلیت‌های مذهبی به خصوص مسلمانان در سال 2018 هم ادامه داشته. سخنگوی دولت هند گفته کشورش به فضای سیاسی سکولار افتخار می‌کند و کشورهای خارجی حق ندارند آزادی دینی هند را زیر سوال ببرند. هند در حالی به گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا این پاسخ نسبتاً تند را داده که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه به دهلی سفر می‌کند. شواهد نشان می‌دهد که تعداد شرکت‌ها و سازمان‌هایی که به هکرها باج می‌دهند روز به روز بیشتر می‌شود. به نظر می‌رسد حملات موسوم به باج افزار به تدریج متمرکزتر و دستچین شده‌تر می‌شود. خرابکاران یا هکرهای سامانه‌های کامپیوتری را از دسترس خارج می‌کنند تا برای برگرداندن فایل‌های دزدی باج‌خواهی کنند. جو تاییدی خبرنگار بی بی سی به یک شرکت نروژی رفته که هکرها مدیرانش را مجبور کردند دوباره به شیوه سنتی خودکار و کاغذ رو بیاورند. در جنگل‌های نروژ این کارخانه آلومینیوم اصلاً خبر نداشت که هدف هکرهاست، اما نورسک هایدرو یکی از 170 شرکتی است که به علت یک حمله سایبری بزرگ فعالیتش کاملاً متوقف شد.
سامانه‌های کامپیوتری همه جا از کار افتادن. 35,000 کارمندش مجبور شدن از کاغذ خودکار استفاده کنند. 5 هفته گذشته و مشکل هنوز برطرف نشده. این مدیر چند روزی مجبور شد کارخانه‌اش را به شیوه سنتی اداره کند. به مهارت‌های کارمندان بازنشسته‌اش و روش‌های قدیمی استفاده از خودکار و کاغذ متوسل شد. در دفتر بین‌المللی کارخانه در اسلو، آنها هنوز مشغول بازسازی سیستم‌ها هستند. وقتی به همون حمله شد مجبور شدیم تمام شبکه را از کار بندازیم. شعبه هامون تو 40 کشور و 22,000 کامپیوتر. پیغام بازخواهی هکرها شبیه حملات دیگر است. اینکه در ازای پولی هنگفت فایل های شرکت را دوباره برگردانند. اما این شرکت هرگز سعی نکرد با آنها مذاکره کند و باج بدهد. در کل فکر میکنم باج دادن کار اشتباهیه. باعث رواج بیشتر این کار میشه و به بقیه کسایی که درگیر این جرمند کمک مالی میکنه. اما شرکت های زیادی هستند که پول باج میدهند ولی مخفی نگه میدارند. برای درک این موضوع باید به آمریکا برویم، جایی که باج دادن دیگر چیز مخفی و پوشیده ای نیست. شرکت کوور از معدود شرکت هایی است که به قربانی ها در فهم جهان پیچیده هکرها کمک می کند. دست کم 6 تا 12 شرکت مشتریمون هستند. شرکت های بزرگ؟ بعضی هاشون. شرکت های عمومی و برند های مشهور. تحلیل ها نشان می دهد که تعداد حملات باج افزاری کم شده. در عوض هکرها به هدف های بزرگتر و درخواست باج بیشتر روی آوردند. رقمی که از شرکت‌ها درخواست میشه خیلی بالاست. هکرها این پولو میخوان و ممکنه میزانش به 7 رقم هم برسه. نظرت در مورد این مبالغ چیه؟ کار خوبی نیست. نتیجه خوبی نداره. همه هم میدونن. اما مرگ و زندگی یه شرکت در میونه. دو راهی بدی است. چیزی که مقام‌ها سعی دارن بدون وضع قوانین مهارش کنند. دادن اینجور باجا جرمه. خلافکارا رو به ارتکاب جرائم بیشتر تشویق میکنه. اگر کسی چنین پولایی رو پرداخت کنه به رشد جرائم سازمان یافته بین‌المللی کمک مالی کرده. اما با توجه به زیان وارد شده به نظر میرسد راه بی‌دردسر و جذابی برای حل مشکل شرکت ها باشد. بازگشت این شرکت به وضعیت عادی ماها طول میکشد و خسارت وارد شده تا این زمان بیش از 50 میلیون دلار است. سیک‌ها و هندوها قرن‌ها در افغانستان زندگی کردند و در روزگاری نچندان دور نقش مهمی در تجارت در افغانستان داشتند. در سال‌های اخیر اما حمله تبعیض و زورگویی علیه این اقلیت‌های مذهبی باعث شده خیلی از آنها افغانستان را ترک کنند. امروز در برنامه هشتگ شما درباره اقلیت‌های رو به خاموشی در افغانستان صحبت می‌کنیم. از شما می‌پرسیم چه تجربه یا مشاهده‌ای در این زمینه دارید؟ مهمترین دلایل فرار غیر مسلمانان از افغانستان چیست و آیا فکر میکنید این پدیده در آینده متوقف شود؟ برای اینکه نظر شما رو بشنویم از طریق یکی از این راههایی که الان روی صفحه تلویزیون میبینید میتونید با ما تماس بگیرید. نظر و شماره تلفن خودتون رو میتونید به پیامگیر ما در تلگرام بفرستید که هست @BBC شما. هشتگ شما ساعت 7:30 شب به وقت افغانستان و ایران. ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری.